نوستالژی بازی تاریخی PS 2011. سلام و درود خدا بر شما. داخل این ویدیو اومدیم یکی از نسخه های قدیمی PS21 به اسم نسخه 2011 رو بازی کنیم که این نسخه به شدت مورد علاقه من بوده. البته که خیلیاتون گفتین که PS 2013 خیلی خوب بوده که قطعا همینجوری هست. ما هم چیزی نگفتیم، فقط دارم میگم که آقا PS 2011 یه چیز دیگه است واسه من. ما اومدیم که الان یک بازی نوستالژی انجام بدیم با PS 2011 و ببینیم که آیا PS 2011 از ای فوتبال بهتر است یا خیر. من ای فوتبال رو ول نمیکنم، هر چی بازی باشه باش مقایسه میکنم. خودم اکیل بریم تو کارش. خونم این بالا اومد، فقط اینجاها یک صدایی داشت، الان هیچ وزوزی من ایزارشو نشون میدیم این عیزه دادم. بله صدا رو داشته باش فقط. ای ترسناکه ها، یه ذره ترسناکه، موزیک یه ذره ترسناکه. آه الان مسی میاد همه رو دریبل میکنه میره گل میزنه، فکر کنم اونجا باشه دیگه، فکر کنم اشتباه نگفته باشم، انقدر این بازی رو بازی کردم میدونم چی به چیه. با تو راموسی موهاش بودم بود دیدی مسی میاد حالا همه رو دریب میزنه، آخر سرم فکر میکنم یه چیپ بزنه، دوباره میاد الان رو مسی. ای خدا چیپ نداره، اشتباه گفتم. حالا ای فوتبال هیچی نداره خدا رو شکر. این تیزر هم دل خوشی ما بود از ما گرفتی. چند ستاره داره اینجا؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 14 تا ستاره داره. اصلا هیچ ربطی به بازی نداره این ستاره، ولی همینجوری گذاشتم. مثلا وی آی پی مچ لول رو داره میگه، ما همون روی حالت عادی میذاریم. تایپ مایپ و من نمیدونم چی داره میگه. زدم خدای صدای منو داشته باشه یه لحظه، فقط صدای منو. دوزدی فوتبال ویلکام تو هیرو اِوولوشن ساکر 2011. خدا وکیلی نگاه کن، اون موقع نکن، یه لحظه نکن، جان من نکن. روی هر کدوم از آیتما میای تیزر به خصوص خودش داره. خاک حالا تو سرت ای فوتبال، انقدر که مسخره بازی در آوردین، همه اسپانسراتون گذاشتن رفتن، 4 تا تیم موندن دوزاری، همون یه دونه میلان و اینترش خوبه فقط خدا وکیلی با بارساش با بایرنش هم 4 تا. موزیکو داشته باش، البته خیلی هم موزیکش خوب نیست. اوکی خب آقا بازی معمولی داریم، چمپیونز لیگ داریم، ولی چی داشت اصلا؟ این نمیدونم چی بود. مستر لیگشه این. این چیه؟ این فکر کنم کاپ و ایناشه. آها گرفتم. اینم که بیکام لجندشه. این لیگو کاپه. این چیه پس؟ اوه این فکر کنم درسته کنم این پنالتیش. نه این پنالتی نه. چیه این؟ این چیه؟ نمیدونم چیه، چیزی ها دیگه. حالا فکر کنم جام حذفیه، نه کوپا نوشته دیگه فکر کنم. حالا ولشون کاری نداریم دیگه. چی داری؟ کامیونیتی داره. کامیونیتی اصلا نمیدونم چی بود. آها بخش آنلاین. اوه ما آنلاین داشت مگه؟ بخش تمرین و ادیت و این اصلا نمیدونم چی ها چیه بود. خدا وکیلی نگاه کن، خدای نکن اینو جواز توپ میتونستی بگیری بازی کنی، یه گونی برای میاد بد میرفتی فوتبال بازی میکردی باش. نگاه کن شگولات میاد بازی میکردی این فوتبال، همینم هم براش روزنامه میبیشتی میرفتی بازی میکردی، انقدر ساده بود. خاکی بود 2011 بیا دبه میرفتی میرفتی بازی میکردی. من میگم که بریم با چمپیونز لیگ شروع کنیم، استارت کامپیتیشن رو بزنیم، یک گیرو دست بازی کنیم. خدای بارسا اون موقع خیلی خوب بود، رئال اون موقع هم خیلی، دوتاشون عالی بودن اون موقع. هم لباس رئال داشتم 2011 هم لباس بارسا 2011. بریم. اوه خدا این منو رو نگاه کن تو، میبینی من دارم عوض میکنم، رو نقشه هم عوض میشه. اون موقع هم همین داستانه بود. حالا ای فوتبال اومد همه میگفته وای ناسا اومده نمیدونم نقشه گذاشتم فلان، هم اون موقع هم بود دیگه 2011. انگار چیکار کرده مثلا اینم ها دیگه. من بارسا میگیرم خدا. به 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 رونالدو که اون موقع قطعا تو اینجا نه. پاتو چیکار میکرد؟ پاتوی خدا چیکار میکرد پاتو؟ تیمو نگاه، بارسای 2011، جاوی، انیستا، مسی، داوید ویا، ابراهیموویچ، پویول، دانی آلوس، مکسول و آقای والدز و پیکه، پدرو، آنری، هانری. چه تیم بود؟ بارسیجی رئالش چطوری بود؟ کاسیاس، پپه. 2011 دقیقا زمانی که اون خطای وحشتناک راموس روی مسی زد. کاکو، علی، هیگوان، دیماریا، رونالدو، بنزما. اوه خدا، یه بازی با رئال بارسا میکنیم، یه بازی با رئال بریم انجام بدیم. منچستر ایناشو بنداز، رئالو بنداز. اینا با کدوم بازی میکنیم ما؟ رئال ننداختی درک نداز. بریم بازی کنیم.
نگاه کن خدا وکیلی این موهای تنم سیخ شد چیز دارم میگم من یه پیشنهاد دارم واسه فوتبال کلن بیا سرمایه‌گذاری تو رو پیس 2011 انجام بود پیس قبل 2014 2011 تا 14 نه 14 نه 11 12 13 12 هم نه 11 و 13 اگه من اسپانسر باشم میگم 2011 کاندیشن هم موقع نشون میداد من اصلا موقع انقدر نوب بودم که نمیدونستم اینا رو داره ترکیب حریف رو نشون میده میگه به صورت لانگ بال هم بازی میکنه اوکی مای تیم چی میگه گیم پلن خوب سیو و این چیزاش بعد حالا ما میگیم تو مچ جان من اینجا رو نها کن به به بله میره سراغ گیم پلن این بازی کن چی میگه لیپ تو نمیدونم چی زر میزنه فقط میدونم که چی زر میگه من هم اینجاش دقیقا بلد نیستم چی میگه بعد موسو ببین آقای مسی خان تو ابراهیموویچ تو پدرو تو من پدرو ترجیح میدم که آقای پدرو بره بیرون نگاه کن چجوری با ما تعویض میشه داش عوض میکنه ای خدا بدم چیکارت نکنه داوید یا چرا نمیتونه بیاد تو مثلا مریض مگه بیا تو خو داشم میخوام چقدر باحال یه لحظه ببخشید این الان WF به 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 ایشون SS هم ببخشید من بیعترام نمی کنم به شما غلط بکنم این کیه الان اوسکس مگه اینجا دست چوبه بیا تو آقا اینجا پیکه باید باشی چی دار میگه واسه خود دنیال وز بعدش هم این مر باید باشه اصلا که این تو چرا دروازه است ای بابا برو بیرون خوش میخواد همیشه جا کنه تو ترکیب کیو داریم بیگه آبیداد همیشه این وقت اون بازی میگه سیاپوس هم بود یه اصلا بازیکن خفنی بود اینا شو دیگه من یادم نیست اصلا به اینا دست نمیزنم خدا وکیلی میرفتم بازی مون میکردم من بریم اصلا بمو چه برو بازی سبک خب لباس بارسلونا بهترین لباسش بودش این لباس سبز آخرام من نگرفتم این لباسشو دارم داشتم یعنی الان نمیدونم کدوم کجا گذاشتم همینا بگیریم نه من لباس یک بارسا رو میخوام شرمنده ی آقای رونی ولی من لباس یک بارسا رو میخوام برو توی بازی حالا میریم بخش سینماتیک بازی رو ببینیم جان مهدی کیفیت فیس ها رو تو با این فوتبال مقایسه بکن کیفیت فیس رو همین کیفیت فیس با این فوتبال اوه اسکول زم از تو بابا تماشاگرش کیفیتش رو نگاه کن مسی رو بین اینیستا پویول داورا رو نمیشناسم سلام علیکم مخلص نه شما رو نمیشناسم سلام علیکم آقا گیگز آقا نانی سلام علیکم دیگه بقیه را سلام ندام دیگه بریم تو بازی بابا آقا اسکولز و آقای رونی که البته انتقادای زیادی کرد به کریستیانو رونالدو و من نمیپذیرم انتقاداشو ولی بریم تو بازی بالاخره نیا کن من هم طرفدار بارسا هم طرفدار رئال هم طرفدار رونالدو هم طرفدار مسی چی دار میگه این به چه گیم پلنی به به چه شماتیک زیبایی سایت یوفا هم زده اون بالا یا این واقعا PS2 2011 همه ویدیوامون رکورد کنیم به به چه دوربین زایه‌ای از بالا مگه نباید دوربین باشه دوربین واید باید باشه دیگه اوکی بعد این شروع میشود ببینم که در این بازی ما میتوانیم آیا گولی به ثمر برسانیم یا که خیلی اول فاز خدای گیم پلی اون موقع خیلی داغون بود بعد من یادمه که برخلاف پیاس های قبلی اینجا پرتاب اوت که میکردی میتونستی جلوتر هم بری چه اسپانسرهایی داشت سونی مسترکارد آقا ایزم کخم پا عوض کنی دبل تاچ چرا نمیزنی چرا قوی هن اینا اوهو حالا مسی کجا زد خسته نماشی چقدر زیباز کیتش حالا میرسونم به لیونل مسی چه پازی میناده دلوتوی عمق مسی میناده داخل کتدار چه خوشگله بود اون موقع مسی از چجوری سلکت هم نمیشد بیست ساب باس به لیونل مسی حرکت میکنه آقای اسکولز نمیشونه مسی ها بگیره مسی داره داخل میادش مسی میزنه شودش چه گولی میزنه به به شما فقط انیمیشن شادی گولشو ببین آقای سوپر کنسلیشن هم داشت خدا وکیلی آفرین بده به اون ور خب آماشالا از این سمس کاتدار واقعا کاتدار چرا نمیزنه اینا خدای الان فیفا اینجوری کورنر داره چیز میکنه دیدی که را توی فیفا 23 گرفتیم این مدلی پشت تو قرار میگیره این کنن دوربینش اینطوریه آها ماشاءالله کاتدار داور ما خیلی بیشور بودن دیگه چی داشت اینجا سلکت سایدش چی چیه آه اینکه خب این ور اون ور میری و فقط بعدی کار اینه که ما الان
نه درسته، از همون اول این باگ مزخرف پس داشتی ها. این هم مثلا سمی اسیس گیم اسپید، اسپید رو صفر اینقدر اینا مثل جت میدونن. بعد یک کورنر دیگر از آن ما میشود، ماشاءالله خدای انیمیشن دوست دار. اون موقع ادوانس هم نداشت، چقدر داغون بودن. حالا پیکه و توی دروازه ابراهیم هوویچ یه جوری سود میزنه دوباره، نه فکر کنم آفساید شده از کورنر. رادخان کلاسیک البته اون موقع بچه سالی بیش نبود، البته هنوزم بچه است. کی گفت بوسیقی سو عوض کنی؟ کی گفت تو تعویض کنی اصلا؟ کاتدار چجوری میزنی؟ فقط اینو به من بگو. چرا دست بیست ساب اینجوری پر؟ آه این دست PS5 به ایم عوض کردیم، به PS2 نمیکشه. پاس بسیار مریض از زلاتان ابراهیم هوویچ هند بود. ولی چطوری از سال 2000 تا الان که میشه 23 سال خطای هندو اضافه نکردین؟ مگه میشه آفه؟ از آیه تیکی تاکو انجام بدم، مدل خود بارسا پاسکاری کنیم، یکم بگرخند. ماشالله ماشالله چه گلی میزنه این بازیکن. آقای هانری تیریاند گل رو سمر میرسونه، 3-1 آقای مسیفی است. بذار یه لحظه، کیفیت چمن از خیلی دوزاری بود خود وکیلی، نه خیلی هم بد نبود آقاس اون زمان. داداش سوتو نمیخوای بزنی؟ خیلی حلال خور بودن اون مدعا برا. بنم میخوای مثلا بریم یه دونه چیز بازی کنیم، بیکام لژند بازی بکنیم، بیکام لژند رئال باشیم. مستر لیگشون موقع چی داشت؟ یادم نیست هست. اصلا مستر لیگ بازی نمیکردم، بیکام لژند بازی میکردم بیشتر. روزا اینجا مثلا ما رئال رو بگیریم، همیشه هم یادم این لوگوش، این یعنی لالیگا، اینو یادم قشنگ. کلاسیک پلیر، مگه بازیکن کلاسیک تو همینجوری داشتی؟ الان تو یه دونه آپشن فایل بازیکن کلاسیک خودت بدن باید بزنی، و اینکه خودت هم میزنی میری مستر لیگ بازیکن کلاسیک هم میاند. دمشگر یکو 11 سال پیش چه آپشنی گذاشته بود واسه مستر لیگ. این هم نمیدونم پلیر دیولوپمنت نمیدونم چیه، خدا وکیلی اینکه دلار و آن لولش رو چی باشه، لول مارکت یعنی راحت باشه معمولی بده داشم. ما که میخوایم بریم همینجوری یه بازی ریز بخوایم بیایم. حالا مستر لیگ شروع می شود. لباس ها رو نگاه خدایی، شورتشون تا گوشادم بود. مستر لیگ هیچ ربطی هم به لوگوش نداره. You are now ready to start Master League. Your team is Real Madrid CF. Play is the best Spanish league. خب میگه این بازیکن‌ها رو داریم، من نمیدونم هدفش چی بوده اینا رو به ما نشون میداد. 267 میلیون بودجه باشگاهه، الان بازی شروع نشده، خدا وکیلی استعدادیاب گرفته بازیکن واسه هم پیدا کرده. حالا استعدادیابای PS21 هزار بار بهشون بگو زبون نفهم میشنیسن. مثلا میخوام یه بازیکن بخرم بالا همینجوری استارت ترانسفر فلان 20 سال میشود یا نمیشود؟ میشود. خب بذار ببینیم چه میشود. قبلا یا نمیدونم کدوم PS بود، اما میشدش بازی ها رو همه رو رد کردش، مثلا 10 تا 20 تا بازی و یه فصل رو قشنگ رد کرد. کدوم PS بود اگه میدونی حتما تو کامنت بنویسین واسه هم خیلی سواله. خب الان بخش ترینگ اومده، میومد تمرین بدی بهشون. چقدر باحال بود اون موقعی توی PS21 که همچین چیزی هست، ولی این بهتره به نظرم. مثلا میگی تمرین مثلا دفاع میخوای بهشون بدی، تمرین نمیدونم اتک میخوای بهشون بدی فلان، ما تمرین اتک میدیم بهشون. باشه فهمیدم اولین بازیمونه، الان میخوام قرارداد ببندیم آرام باشید. چی میگه؟ میگه 4 میلیون ها میخوای بهش بدی؟ بله 4 میلیون بهش میدم. خب 4 میلیون اومدی، چه بازیکن ارزون بودن اون موقع، الان پول خونه باباشون رو میگیرن. بازیکن جدید اومد، خب کو الان من یه تیزری میذاری چیزی نشون بده بهم. کلوزا کو او اومد تو ترکیب که دیگه چقدر بد بود این حرکتت، خیلی بد اومد. کام لژند مگه آنلاین داشتی؟ عجب. خیلی خب اون موقع مثلا که نمیدونم بیکام لژند با رونالدو اینا نمیشد دیگه. الله نمیدونم الله لازم ترینگ چی داشتی؟ با رئال بریم این چهار تا کاشته بزنیم. به به کریستیان آل رونالدو باج تو قرار گرفته میخواد دوباره بزنه، اگه کریستیان رونالدو میزنه و گل نمیشه. ولی الان من یه سوال دارم، اون چی میخواد اون پشت تو تمرین اونجا چی میخواد؟ مثلا توپ جمع کنه؟ تو بخش ادیت که میومدی قبلا یکی بنده خدا این بر بود داشت روپای میزد، فکر کنم مرخصی گرفته، در حال امروز نیستش، شانس ماست. استادیوم چی ها داشت اون موقع؟ اولترافورد بود، ویمبلی هم بود، روز پارک بود، نیوکمپ. نیوکمپ داغون بود؟ نه نیوکمپ رو نساختن ها. سانتیاگو برنابئو، همون سانتیاگو برنابئو میگیریم. الان من یک گزینه، الان واسم سوال این پنالتی کشیه کجاست؟ آقا پنالتی داشت، من نمیدونم اون پنالتی چرا نیست. اینا رفتن امروز مرخصی. آقا ژاوی آلانسو که الان سرمربی بایر لورکوزن هستن، حالا تیکی تاکا میخوام انجام بدم جلوی بارسلونای تیکی تاکایی. حالا آقای کجا داد پاسو؟ آقا این به خدا من این پنالتیش رو باید پیدا کنم، پنالتیش رو باید پاس آقای کریستیان آل رونالدو حرکت میکنه توی محوطه جریمه به تیر یک.
آقای راموس، آقای راموس. آقا صبر کن، من میخوام من پنالتیشو پیدا کنم. خدا وکیلی پنالتی داشت. پنالتی دیگه چی نداره. اونا رو که از این ویدیو لذت برده باشین و یک نوستالژی بازی قشنگ کرده باشین با PS 2011 عزیز دل، منتهی که ما تو نسخه 20 متاسفانه نتونستیم که پنالتی پدر سوختهشو بیاریم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. لایک و سابسکرایب کنین یوتیوب فرار میشه. و اگه دوست دارین که PS 2013 هم بیاریم تو کامنت بنویسین که کی بریم و چگونه بریم. خدا نگهدار. آبیدال سان رو سر ویدیو اسمش چیه؟ یادم رفت اسمش. او من دبل شات دبل چیز میخوام بدنم. آلبا این اسمش چی بود؟ آربلوا.